من اسمم شیوا محبوبیه و وقتی که 16 سالم بود توسط رژیم اسلامی ایران دستگیر شدم. تقریبا سال 1363 بود، 84 میلادی که من رو دستگیر کردن و مدت 3 سال و نیم تو زندان بودم، از 16 سالگی تا حدود 19 سال و نیمی، و تو زندان مختلفی بودم. تو زندان رضایه، سقز، سنندج، کامیاران، دیزل آباد کرمانشاه، اوین و تبریز بودم. تو این زندان ها وقتی که داشتم با چند تا از دوستام صحبت می کردم که خارج از ایران هستن و کلن سر به اصطلاح 18 سالگی حرف می زدن که 18 سالگی چقدر مهمه تو کشورهای مخصوصا خارج از ایران، که چه کارا کردیم، جشن گرفتیم 18 سالگی رو، این کارا رو کردیم. از من پرسیدن تو 18 سالگی تو چیکار کردی؟ من یه لحظه موندم چی بگم، بعدم فکر کردم گفتم من 18 سالگیم تو زندان بودم و این منو برد عقب که 18 سالگیم دقیقا تو زندان اوین بودم، تو بند 29 با 16 نفر دیگه توی اتاق بودیم تو همون بند، که به قولی میگفتن کتابی مجبور بودیم بخوابیم به خاطر اینکه هیچ جایی نداشتیم، غذا اینقدر کم بهمون میدادن که اصلا همیشه گرسنه بودیم، برای دستشویی رفتن هزار تا تحقیر و کتک میخوردیم، و به خاطر اینکه من خودم قارچ پوستی داشتم برای تنبیه دارومو بهم نمیدادن. منو برگردون یه ذره به عقب‌تر، وقتی که یادم افتاد فقط 18 سالگی نبود راستشو بخوای، از خیلی قبلش بود که من هیچ خاطره درست و حسابی ندارم. وقتی که 16 سالم بود و اولین باری که منو دستگیر کردن، اولین روز وقتی که من انداختن یه سلول انفرادی، یه سلول خیلی کوچیک بود، تا روز بعدش نذاشتم برم دستشویی و قشنگ یادمه از ترس داشتم میمردم و منقدر دستشویی داشتم که از در به خودم میپیچیدم، خیلی برام سخت بود. اونجا وقتی که منو بردن شلاق زدن که دست و پامو روی تخت بستن و به تخت بستن و شلاقم که میزدن با میگیم شلاق ولی یه چیز خیلی محکمی بود، شاید کابل بود، شاید یه میله بود، طوری که میزدن شاید باورتون نشه ولی همین الان وقتی چشامو میبندم دقیقا دردش رو روی انگشتای پام حس میکنم. وسط کف پام میزدن که انگار یه جریان برق از تو بدن آدم رد می شد. سعی کردن تو زندونای مختلف ببرن که تحت شرایط های مختلف فشار بیارن. وقتی منو زندان کرمانشاه بردن، زندان دیزل آباد کرمانشاه، اونجا به خاطر اینکه تنبیهی به اصطلاح می خواستن تنبیه بکنن، منو 7 ماه تو یه سلول خیلی کوچیک، شاید یه متر تو یه متر و نیم، یه چیز اینجوری گذاشتن که 6 ماهش مطلقا هواخوری نداشتم، حق نداشتم برم بیرون مگر برای دستشویی. و تو اون مدت یه چیزی که خیلی تو ذهنم مونده، شاید هر لحظهش واقعا وحشتناک بود، ولی چیزی که خیلی تو ذهنم مونده این بود که شبایی که تا صبح نمیخواستم و هر چیزی داشتم پشت در میذاشتم، چرا که مسئول زندان اونجا خیلی شبا می اومد سلول کنار دستیم با زنی که اونجا بود، با اون به معنی تجاوز بهش می کرد و می ترسیدم که توی سلول منم نیاد و درو طوری می بستم. فقط ترسم از این بود، می خواستم وقتی که اگه بخوان این کار کنم بتونم بیدار باشم که دیوونه نشم. یادم وقتی منو بردن زندان کامیاران، اونجا یه چند ماهی اونجا بودم که یه ماهش مشخصا توی سلول فوق‌العاده کوچیک بود که اصلا چراغ نداشت، یعنی تو روز میتونستی بفهمی روزه چون که یه نور کوچیکی از روی در میومد، ولی شبا هیچ تاریکی محض بود، هیچ چیزی نمیدیدم. وقتی غذا میآوردن فقط از رو بوش میفهمیدم که غذا شدم، اینقدر سرد بود اونو تو دستم میگرفتم که بتونم یه ذره گرم بشم، نمیدونستم چیه چی هست، فقط از رو بوش میشد فهمید که یه غذایی حالا هر چی هست میتونم بخورم. واقعا همه این چیزا رو وقتی که فکر میکنم بهش، درد شلاقا و کتکاشون و همه این چیزا رو همین الان احساس میکنم. آره، خاطراتی که من دارم از دوران بهترین دوران نوجوانیم
خاطرات خوب نیست، خاطرات شکنجه و کتک و ترس و وحشت و تحقیر و دیدن صورت خونوادم، بازجویی کردنشون تو اتاق پهلو دستی میخواد اینکه منو شکنجه کنن، همه اینا بود. این خاطراتیه جمهوری اسلامی، همه اون سالای قشنگ و از من گرفت و به جاش این خاطرات رو گذاشت. خیلی سالا گذشته، درد شکنجه و کتک و شلاق و همه این چیزا شاید کم و بیش رفته، ولی اون درد زخم و اون زخمی که رو قلبم هستش، رو روحم هستش، هنوز هست و خواهد بود واسه همیشه. مطمئنم این برای همه کسایی که زندانی بودن اینجوریه، هر لحظه که فکر میکنی به اون شرایط انگار همون موقع است. ولی یه چیز دیگه هم واقعه هست که تو زندان فقط این نیست که خودتو شکنجه میکنن، یه چیز دیگه که خیلی زجرت میده وقتی شکنجه اونای دیگه رو میبینی، بهترین دوستا و کسایی رو میبینی که اونجا هستن. خیلی سالا گذشته و فقط این نیست که درد خودته، فقط این نیست که شکنجه‌ای که میشی، بلکه کسایی که شکنجه میشن هنوز که هنوزه بعد از این سالا، بعد از این همه سال، هنوز قیافه دختری رو که آوردن تو بند ما توی سقز، شهر سقز، تو زندانش که بوی تعفنش، از به خاطر بوی تعفنش نمیتونستی نفس بکشی، اینقدر این رو شکنجه کرده بودن و بهش تجاوز کرده بودن که روانی شده بود. برای خودش بود و نبودش فرق نمی کرد، به خاطر اینکه یادش نبود خونوادش چی داشتن، هیچی، یا آدمی که دیگه اون آدم نیستش. هنوز یادم دختر همبندی که توی زندان کرمانشاه بود و می دیدم هر چند وقت یه بار ناخون شست پاش عفونت میکنه و میفته و برام سوال بود که چرا. می دونی چرا؟ چون که وقتی تحت شکنجه بود بازجویش بهش گفته بود که یک بلای سرت میارم که هرگز یادت نره. با سرنگ، با سوزن سرنگ از چندین جا کرده بودن زیر ناخون شست پاش برای مدت ها و این هر چند وقت یه بار از درد به خودش میپیچید، انگشتاش عفونت میکرد، باید عمل میکرد دوباره از نو و از نو، و حتما هرگز یادش نرفته. هنوز قیافه دختر جوون و زیبای رو یادمه که تو زندان رضایی، زندان دریا بهش میگفتن، زندان رضایی که خیلی میگفتن ماهوش بوده، خیلی دختر ناز و خوبی بوده که این رو انقدر شکنجه کرده بودن دیوونه شده بود و صدای حیوانات رو از خودش در می آورد اصلا، و به خاطر اینکه اینجوری شده بود آزادش نمی کردن، حکمش تموم شده بود و دادگاه مجددا حکم بهش داد. و وقتی که بهش فکر می کنم قیافه بهترین دوستم جلوی چشممه که جلوی چشمم مرد بدون اینکه هیچ کاری بتونم براش بکنم. یعنی هنوز که هنوزه صورتش که غرق خون بود یادمه و اینکه هیچ کاری نمیتونستم براش بکنم، تجربه‌ای نداشتم. فکر کنم اون موقع 17 سالم بود، هیچ تجربه‌ای نداشتم و واقعا هر لحظه که بهش فکر میکنم همه این خاطرها هنوز جلوی چشممه. و میدونی چیه؟ وقتی که آزاد شدم به خودم قول دادم و همین الان به خودم قول دادم تا زمانی که زنده‌ام نمیذارم دیگه هیچ نوجوان دیگه، هیچ پسر و دختر دیگه مثل من بهترین سالای زندگیشون با این تو این شرایط با شکنجه و ترس و وحشت سپری بشه. ترس و وحشتی که تا زنده‌ام هنوز تو من وجود داره و خودش رو نشون میده، ولی همیشه سعی کردم خودم رو تسکین بدم با اینکه این خاطره ها رو، این ترس و وحشت رو به خشم تبدیل کنم و بشم صدای دوستای 12-13-14 سالم که هم کلاسی بودیم، اعدامشون کردن، شکنجهشون کردن، بهشون تجاوز کردن و تنها کاری که کردن یه وضع شیرینی پاسداری که بهش تجاوز کرده او داورد داد دست مادرش گفت دخترتو عقد کردم. آره میخوام صدای اونا بشم، بودم و خواهم بود و هرگز نخواهم گذاشت که صدای اونا خاموش بشه. روزی که
این جنایتکاران رو محاکمه کنن، همه اینها سندی هستش علیهشون.